و شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. با مرگ مغزی و فوت یکی از مصدومان، آمار جانباختگان انفجار در معدن طبس به 50 تن رسید. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مهدی جهانپور کودک مجرم را اعدام کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمایل آشکار ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داد. ارتش اسرائیل گفته است که موشک پرتاب شده از سوی حزب الله اولین موشکی است که تاکنون توانسته به منطقه تل‌آویو برسد. ترامپ میگوید ایران دوباره جان او را تهدید کرده است. و ازدواج زوجهای همجنس در تایلند قانونی شد. امروز چهارشنبه 25 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 4 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. استاندار خراسان جنوبی میگوید با انتقال پیکر آخرین کارگر کشته شده از معدن زغال سنگ طبس، عملیات امداد و نجات به پایان رسیده است. جواد قناعت چهارشنبه 4 مهر ماه با بیان اینکه این عملیات 80 ساعت زمان برده، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تمرکز امدادگران از دیروز بر خروج 10 کارگر محبوس در معدن بود و بامداد امروز همه پیکرهای محبوس در بلوک سی به سطح زمین انتقال داده شدند. قناعت با اعلام اینکه در این واقعه 49 کارگر کشته شدند گفت 16 تن از کارگران که مصدوم شده بودند هم برای درمان به بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس منتقل شدند. استاندار خراسان جنوبی در ادامه اعلام کرد که 6 تن از کارگران مصدوم از بیمارستان ترخیص شدند و 2 تن شرایط نامطلوبی دارند و تحت مراقبت ویژه هستند. بعد از این خبر، شبکه خبر رادیو تلویزیون دولتی خبر داد که با فوت یکی دیگر از مصدومان، شمار جانباختگان این حادثه به 50 تن رسیده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک دیدار عمومی در نخستین واکنشش به کشته شدن گروهی از فرماندهان حزب الله لبنان در انفجار پیجرهایشان و حملات هوایی اخیر اسرائیل گفت آمریکا به پیروزی این کشور در جنگ برای انتخابات پیش روی خود نیاز دارد و حزب الله لبنان از پا نیفتاده است. رهبر جمهوری اسلامی روز 4 مهر ماه در دیدار با جمعی که وبسایت او آنها را پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت خواند حاضر شد. این دیدار به مناسبت هفته دفاع مقدس که از مناسبت‌های رسمی در جمهوری اسلامی است برگزار شد. خامنه‌ای در این دیدار برای نخستین بار به حملات هدفمند اخیر ارتش دفاعی اسرائیل به فرماندهان حزب الله واکنش نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به هدف قرار گرفتن عناصر کلیدی حزب الله گفت این موارد خسارتی نیست که حزب الله را از پای در بیاورد. خامنه ای با قهرمان توصیف کردن نیروهای حزب الله افزود استحکام سازمانی و نظامی حزب الله و اقتدار آن بسیار بالاتر از این هاست. در ادامه همین خبر، همزمان با اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر ارائه تصویری غیر واقعی از ایران توسط رسانه ها، علی خامنه ای هم انتقادها از داخل خود بدنه حکومتی مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع دانست. علی خامنه ای گفت امروز بعضی ها جمهوری اسلامی را ملامت می کنند از داخل خودمان که جمهوری اسلامی با دنیا بد است و با دنیا قهر است. این خلاف واقع است، چون این چیزی نیست. اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل و رفت و آمد نداریم، که این واضح است که خلاف واقع است. و افزود که ما امروز با مجموعه هایی کار می کنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها در این کشورها زندگی می کنند. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم، نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده می شود از بعضی ها که آقا ما با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیستیم. یک روز بعد از سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس دولت در ایران، رسانه‌های داخل کشور همچنان سرگرم واکاوی سخنان او در یک نشست خبری هستند.
پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار بازگشت به برجام و برگزاری رفراندوم در فلسطین شد. روزنامه کیهان تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی در گزارش اصلی روز 4 مهر ماه خود با عنوان اظهارات نسنجیده در نیویورک چه کسانی به رئیس جمهور مشاوره می‌دهند به موضع‌گیری‌های پزشکیان در نیویورک پرداخت. روزنامه کیهان در گزارش خود با سهلستان خواندن اظهارات پزشکیان در نیویورک نوشت تکرار سخنان نسنجیده و مواضعی که بدون تأمل اتخاذ شده و بیش از هر چیز ناشی از تأثیر مشاوران غرب‌گرا و پرمدعاست، نگرانی‌ها را در بین افکار عمومی و دلسوزان انقلاب، نظام و کشور تشدید کرده است. کیهان به طور مشخص به نام مشاوران اشاره‌ای نکرده، اما ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی که مواضعش مخصوصاً درباره توافق برجام و ارتباط با غرب در سالهای گذشته بارها مورد حمله مخالفانش قرار گرفته، در این سفر پزشکیان را همراهی می‌کند. کیهان که مدیر مسئول آن مستقیما از طرف علی خامنه‌ای تعیین می‌شود، ادامه داد روانشناسان برآیند ذهنیت هر فرد را مجموعی از ذهنیت اطرافیان، دوستان و مشاوران آن فرد می‌دانند. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور باید با کنار گذاشتن و دوری از افرادی که پیشتر هم در دولت روحانی کارنامه خود را با نمره مردودی و اعتماد رهبری را با ضربه بزرگ به توانایی‌های کشور با انعقاد برجام و سپس شکست برجام پس دادن، کشور را از پرتگاه‌های خطرناکی که در مسیر توسعه و امنیت ایران در دوران گذار قدرت جهانی قرار دارد مصون بدارد. سازمان حقوق بشر ایران بر اساس اطلاعات جدیدی که به تازگی به دست آورده، روز چهارشنبه 4 مهر ماه اعلام کرد که مهدی جهانپور که هفته گذشته خبر اعدام او در زندان عادل‌آباد شیراز اعلام شده بود، در هنگام ارتکاب جرم انتصابی کودک بوده است. مهدی جهانپور به همراه دو زندانی بلوچ روز دوشنبه 26 شهریور ماه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران که به شناسنامه مهدی جهانپور دست پیدا کرده، نوشته است که این زندانی در فروردین ماه سال 1398، یعنی زمانی که 16 سال و 3 ماه سن داشت، به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود. مسعود پزشکیان روز 5 شهریور ماه با اشاره به تعهد و تجربیات ارزشمند عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی، او را به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خود منصوب کرده بود. انتصاب حسین‌زاده نیازمند موافقت نمایندگان با استعفای او از مجلس شورای اسلامی بود، اما با مخالفت اکثریت نمایندگان تصدی سمت معاونت رئیس جمهور برای او امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه بعد از توضیحات حسین‌زاده درباره دلیل استعفایش از نمایندگی مجلس و صحبت‌های مخالفان استعفا، با 107 رأی موافق، 129 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموعه 247 نماینده حاضر با استعفای او مخالفت کردند. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در این زمینه گفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، با استعفای حسین‌زاده او به کار خود ادامه خواهد داد و نمیتواند معاون رئیس جمهور باشد. رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمبود شدید نیروی پرستاری در برخی استانها به ویژه خوزستان وضعیت بحرانی ایجاد کرده و پرستاران برای هر ساعت اضافه کاری حدود 30,000 تومان دریافت می کنند که رقم قابل قبولی نیست. احمد نجاتیان به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت پرستاران در نامه‌ای خطاب به سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت اعلام کردند که با نرخ کانونی اضافه کاری نمی‌کنند. او با تاکید بر اینکه مطالبات صنفی پرستاران در اعتصابات اخیر کل سیستم سلامت را درگیر کرده، افزود هر پرستار به طور متوسط حدود 80 ساعت اضافه کار دارد که این میزان معادل تزریق نصف نفر نیروی انسانی به سیستم سلامت است. یاد برنشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در ادامه فشارها برای اعمال حجاب اجباری مد نظر جمهوری اسلامی بر زنان در ایران، یک عضو مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شورای نگهبان لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید و به مجلس ابلاغ کرده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، در روز چهارشنبه 4 مهر، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که به زودی رئیس مجلس لایحه تصویب شده توسط شورای نگهبان را به عنوان قانون عفاف و حجاب ابلاغ خواهد کرد. به گفته این عضو مجلس شورای اسلامی، اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی از اولویت‌های لایحه مربوط به حجاب اجباری است و وظایفی برای همه دستگاه‌ها در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بعد از مذاکرات در نیویورک، نشانه‌هایی دال بر تمایل بیشتر مقامات ایرانی برای تعامل و همکاری معنادار با آژانس مشاهده کرده و امیدوار است که ماه اکتبر به تهران سفر کند. چندین موضوع اختلاف برانگیز از مدت‌ها پیش روابط و همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دچار اختلال کرده است. اخراج چند بازرس و کارشناس غنی‌سازی آژانس از سوی تهران و نیز توضیحات ناکافی از دید این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در خصوص آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ایران از جمله مهمترین این موانع به شمار می‌رود. رافائل گروسی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، که یکی از مذاکره کنندگان کلیدی توافق هسته 2015 وین محسوب می شود، دیدار و گفتگو کرده است. گروسی بعد از این دیدار در گفتگو با رویترز اعلام کرد که آنچه من می بینم ابراز تمایل صریح برای تعامل مجدد با ما به شیوهی معنادارتر است. همزمان با گزارش رسانه‌های لبنانی مبنی بر ادامه حملات هواپیماهای جنگی اسرائیل برای سومین روز به روستاهای جنوب لبنان در روز چهارشنبه، اسرائیل اعلام کرد که موشکی را که بامداد همین روز بعد از به صدا درآمدن آژیر خطر به تل‌آویو شلیک شده بود، راهگیری کرده است. ارتش اسرائیل گفته است که موشک پرتاب شده از سوی حزب‌الله اولین موشکی است که تاکنون توانسته به منطقه تل‌آویو برسد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که کشورش این اقدام را به چشم تلاش حزب الله برای تشدید بیشتر تنش ها می‌بیند. پیش از این حزب الله در بیانیه‌ای ادعا کرده بود که 6:30 صبح امروز 4 مهر با شلیک یک موشک بالستیک قادر 1 مقر موساد در حومه تل آویو را هدف قرار داده است. این گروه مورد حمایت ایران که توسط آمریکا جزء سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شود، مدعی است که این حمله موشکی از پیش برنامه‌ریزی شده بود. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید حمله موشکی حزب الله به تل آویو را عمیقاً نگران کننده خواند. جان کربی در گفتگو با CNN گفت این مدرک دیگری است که اسرائیل از سوی یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران با تهدید مواجه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری سال 2024، در توییتی با تاکید بر تهدیدهای بزرگ از سوی جمهوری اسلامی علیه جانش و اشاره به اقدامات پیشین جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت که تهران دوباره در این زمینه تلاش خواهد کرد.
ترامپ روز چهارشنبه 4 مهر در پست خود افزود شرایط خوبی برای کسی نیست. من با مردان، تفنگ‌ها و سلاح‌های بیش از آنچه تا به حال دیده‌ام احاطه شدم. او در ادامه ضمن تشکر از کنگره برای تایید بودجه بیشتر برای سرویس مخفی آمریکا نوشت: هر حمله به یک رئیس جمهور سابق در این کشور به معنای مرگ افراد مهاجم است. پیشتر ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه اعلام کرده بود که مقامات اطلاعاتی آمریکا 3 مهر به ترامپ درباره تهدیدهای واقعی و مشخص جمهوری اسلامی برای ترور او گزارش دادند. طبق این بیانیه تلاش‌های تهران برای ترور ترامپ با هدف بی‌ثبات‌سازی آمریکا و تفرقه افکنی در این کشور صورت گرفته است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تهدید مستقیم علیه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و خواستار توقف بازداشت شهروندان اروپایی شد. بحث درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی این دیدار بود که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه 4 مهر منتشر شده آمده که این دیدار فرصتی بود تا موضع این اتحادیه در مورد مجموعه گسترده‌ای از مسائل مشکل ساز به ویژه حمایت نظامی ایران از روسیه و بحران‌های منطقه‌ای به اشتراک گذاشته شود. بورل در این دیدار تاکید کرد که اتحادیه اروپا شدیداً ارسال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را محکوم می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خطاب به عراقچی خاطر نشان کرد که این اتحادیه اقدام ایران را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا می داند. بر اساس گزارش ها ژو هنگپنگ اقتصاددان برجسته چینی که در یک اندیشکده دولتی فعالیت می کرد بعد از بیان انتقاداتی درباره رهبر چین در یک گفتگوی خصوصی ناپدید شده است. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال ژو هنگپنگ 55 ساله در ماه اپریل بعد از اینکه در یک گروه خصوصی در ویچت درباره وضعیت اقتصادی چین و احتمالاً از شخص شی جین پینگ رهبر چین انتقاد کرده بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. گفته می شود که این اقتصاددان از آن زمان تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما می رفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمی چسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو می نوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال می‌کنیم.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول برخی منابع اطلاعاتی نوشت که روسیه یک برنامه تسلیحاتی در چین راه اندازی کرده تا پهپادهای تهاجمی دوربرد برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را طراحی و تولید کند. رویترز میگوید این اطلاعات را از دو منبع، از یک آژانس اطلاعاتی اروپایی و اسنادی که این خبرگزاری بررسی کرده به دست آورده است. با امضای پادشاه تایلند، لایحه‌ای به قانون تبدیل شده که بر مبنای آن ازدواج افراد همجنس برای نخستین بار در این کشور جنوب شرق آسیا به رسمیت شناخته می شود. این قانون از دوم ژانویه سال آینده میلادی اجرا می شود و بعد از آن زوجهای همجنس می توانند ازدواج خود را رسما ثبت کنند. تایلند اولین کشور در جنوب شرق آسیا است که ازدواج افراد همجنس را قانونی می کند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.